درود بیکران پاینده ایران خب من سالها در مورد اپوزیسیون خیلی مسائل رو گفتم اتفاقات بزرگی رقم خورد و تو این شیش ماه روزه اولش خیلی بر من سخت گذشت بعد از اتفاق امینی و جنبش واقعا قابل احترام زن زندگی آزادی خیلی اون آی امید تو مزدور این رژیم بودی تر جمهوری اسلامی بودی الان دیدی جمهوری اسلامی وضعیتش خرابه داری به جمهوری اسلامی فوش میدی که بیای تو اپوزیسیون انگشت وسط بین دو تا انگشت دارم اپوزیسیون تو خائنه و این جمهوری اسلامی جنایت کاره خاک بر سر جفتتون من چیزی که قبلا بالا آوردم دقت کن آدم استفراغ خودشو نمیخوره اپوزیسیون من سالها پیش استفراغ کردم پوزش میخوام از این واژه خیلی با قلزت بهره کردم <تصفح> اپوزیسیون تو بعد از هفت ماه دستش خیلی رو شد یکی از بخش جدی این اپوزیسیون که بحث خیلی مطرح شد اونجا بحثای رسانه میچرخید همین گروه هشت نفره دانشگاه جورج تاون بودن که اومدن و گفتن آقا ما میخوایم یه دونه مثلا منشور درست کنیم و جریان درست کنیم و که آقای رضا پهلوی در رستشون بودن و آقای حامد اسماعیلون و مسیح علی نژاد و خانم شیرین عبادی و غیره با چهره تقضیه طلب و البته تروریست آقای عبدالله محتدی تروریسته با یک چهره یه تکزیه طلب و تروریست دور هم جمع شدن بر آقای رضا پهلوی اونجا گفت آقا این قطار چودش بازه این قطار داره چی درش بازه بر روی همه همه بیان خب همه بیان دو تا چهره خواستن به اینا بپیوندن البته با بیانیه‌ای که اینها دادن و بسیار هنرمندانه منشوری رو نوشتن برای ایران که نامی از ایران توش نبود این خب یه هنری میخواست و آقای محتدی بعدم اومدن خیلی راحت تو جلسات جریانات پانکوردیس گفتن که آقا من همه اینا رو خر کردم بهشون اجازه ندادم از واژه تمامیت ارزی استفاده کنن و در گام نخست آقای علی کریمی و خانم گلشیفته فراهانی به هر دلیل ناشناخته ای که نگفتن و غیر شفاف بود کشیدن کنار کشیدن کنار و جای این دو نفر دو نفر دیگه میخواستن عضو بشن این عکسی که با هم انداختن و, و انگار اصلا با هم قهرن اینا یه و آقای امیر تاهری که پدرشون اولین گوینده رادیو بی بی سی بود و اینا جد در جدشون خائن هستن اینو بهتون بگم یک چهره خائن به نام آقای امیر تاهری اینا ببینید اینکه مرگ بر جمهوری اسلامی که شک نکنید لعنت به جمهوری اسلامی شک نکنید لعنت بر اسلامش که شک نکنید لعنت بر ممل و علی و حسن و حسینش که شک نکنید یعنی اینکه شما برید کارگزار بیگانم بشید ببخشید بد بودن جمهوری اسلامی تایید جمهوری چیز نیست اپوزیسیون نیست خائن بودن اپوزیسیون هم در تایید جمهوری اسلام آقا ما دو جفتشون بدن آقا این این مثلا فکر کن زهر ماره این یه شکران دیگریه این هم یه زهر دیگریه این زهر مار این زهر اقربه تو از بین این داتا کدوم انتخاب میکنی هر کدوم انتخاب کنی مردی زهر مار زهر اقرب تو حالا اگه زهر مار نمیخوری که نمیدی زهر اقرب بخوری قرار نیست تو این دوگانه باشی اپوزیسیون و جمهوری اسلامی هر دو باطلن خب چه غلطی باید بکنیم اینجاست که میگم به بومبست رسیدیم و جریان سومی رو در حوزه فرهنگی ایجاد کنیم که توضیح میدم اما آقای امیر تاهری میخواستن عضو این منشور باشن خب آقای رضا پهلوی هم گفتن در قطار بر همه باز دیگه دومین نفر شاهین نجفی بود که خب افکار ایدئولوژی کشوت شده ببین من 22 سال ایدئولوژی یک چیزی است بردام عوض شده شاهین نجفی که قبلا که اومد خارج از کشور خیلی طرفدار چپ مارکسیستی بود و آنارشیست بود و فضای کودکانه ای داشت در ذهنش و ما بهش خیلی حمله کردیم من اولش حتی به خاطر اون امام نقیش براش کمپین را انداختم حمایتش کردم بعد دیدم نه این آدم چپ مارکسیستی و اینا و ضد ملی بسیار ضد ملی ضد هویت ایرانی ما ضدش شدیم دیگه موضع گرفتیم علیش اما الان میبینم که نه حرفایی که داره میزنه حرفای سالهای گذشته خود ما هست و البته هنوز پختگی لازم و من مطمئنم نداره برای خیلی هم مسائل ولی حرفاش الان خب نظرش او... انسان ها عوض میشن ایشون هم عوض شده نظراتش الان خیلی ملیس یه تیکه رو بچه برای من فرستادن از من تو در برای اون آقای امید داره صحبت میکنه و میگه که من اشتباه کردم و الان همه چیزمون هویت ایرانه خب اینا اینا ارزشمنده اینجا دمش کم نجفی نظراتش عوض شده ملی شده و خیلی طرفدار رضا شاه شده حالا امیدوارم که با مطالعه کافی این اتفاق افتاده باشه یعنی چون ایشون ایدئولوژی عوض کردن خیلی خطرناکه بی من 22 سال ایدئولوژیم یک چیزیست راهبرد باید عوض بشه اگه شما تو راهبرد مثلا متغیر نباشید آدم ابلهی هستی راهبرد باید متغیر باشه ولی ایدئولوژی باید مثل کوه دماوند استوار باشه اما یه زمان یه ایدئولوژی غلطه دلیل نداره که مثل کو آدم مستوار باشه روی ایدئولوژی غلط ایشون هم ایدئولوژیش غلط بوده عوض کرده اینجا شجاعت درود به شرفش اما اگر فردا دوباره ایدئولوژی 180 درجه عوض بشه این دیگه شجاعت نیست این بی است شما اگر ایدئولوژی تو تونتون عوض کنی بی است اما راهبرد تو تونتون عوض کنی دلیل بر بی سیاسی و شخصیتی نیست این اصلا کار درستیه چون راهبرد اصلا ذاتش در حقیقت متغیره و ایدولوژی در ذات ثابته این خیلی نکته مهم اینا رو باید داشته باشیم یعنی این فرق بین من و شاهین نجفی اینه که من 22 ساله یه حرفی دارم میزنم راه بردم عوض شده پادشاهی رو دیدم قوارش در بدن این آقای رضا پهلوی خیلی گشاده در تن آقای رضا پهلوی خیلی گشاده تلاش کردیم این حالا حکومت جنایتکاری که روی کاره تا جایی که میشه اصلاح کنیم بکنیم تو پاچشون پادشاهی رو و ملی ملی گرایی رو خب حالا بعد از اتفاق محسن دیدیم نه اینم نتیجه نمیده بعد روش دیگر اما آقای شاین نجفی و آقای امین طاهری خواستن عضو این منشور بشن و جفتشون رو راه ندادن جفتشون رو راه ندادن گفتن که شماها نه عناصر نامطلوبی هستی شورای نگهبانی داره برای این بخشی از این اپوزیسیون که البته حالا توضیحات بیشتری میدم و فضا توسط کانال آقای شهرام همایون برای رضا پهلوی و اینا خیلی سنگین شد یعنی برنامه زیادی رفتن علی خانم مسیح علی نژاد در کلاب و غیره حالا من روز یک شنبه یک دفاعی از خانم علی نژاد دارم در یک حوزه ای چون در یک برنامه گذاشتن نزدیک هفت ساعت من چهار ساعتش با دورتون گوش کردم و بسیار شرم آور این خانم کوبیدن البته بخش های قابل توجهی که کوبیدن به درستی کوبیدن این هم بگم حالا گفتم شرم یه بخشی از کوبیدن شرماور بود که گفتن خانم علی نژاد ضد اسلامه توی آمریکا و توی کانادا و توی اروپا نشستن و خانم علی نژاد رو محکوم میکنن که این ضد اسلامه آقا این اپوزیسیون خیلی فشله این اپوزیسیون خیلی پفیوزه یعنی مسیح علی نجات که اقیانوسیس از خیانت و ضدیت با ملیت ضدیت با ملیت اقیانوسیس از رفتارهای ضد ملی تو میای انگوش میذاری اتفاقا اونجایی که کار درستی انجام داده اصلا مغزم نمیکشه دیگه یعنی باور نکردنیه تو به مسیح علی نجات اونجایی که کار درست انجام داده حمله کردید خجالت نکشیدید که روز یک شنبه پاسخ میدم اما این فضای سنگینی که برای رضا پهلوی شکل گرفت باید شد رضا پهلوی به مانند همیشه که از سال 2013 داره این کارو میکنه روشن بشه که منشوری که اینا کنار هم نشسته بودن این هم دوباره گرفتن یک فاند بوده یعنی یک برنامه پول بوده من این برنامه شاید خود طولانی شد صحبتهای جدی داریم تو این برنامه رضا پهلوی توییتی که دیشب زد نوشت در پاسخ به پرسش هایی که این روزها شخصا از شما می هم میهنان فعالان و زندانیان سیاسی و خبرنگاران رسانه دریافت کردم ارائه توضیحات زیر را لازم و ضروری میبینم هدف و کوشش و ترجیح هم همیشه این بوده که حد اکثر نیروهای سکولار و دموکراسی خواه اتیفای مختلف با هم همکاری کنند اما بر سر پیوستن چرای پیشنادی به گروه منشور اجماع به دست نیامد یعنی قرار بود آقای امیر طاهری و شاهین مج... نجفی وارد منشور بشن اجماع نتونستن یعنی حامد اسماعیل و مسیح النجار و اینا مخالف بودن دیگه دلایل حالا طولانی هم داره شاهین نجفی قبلا یک ترانه ای علی مسیح النجات خونده که خیلی تو به نام مسیخ و اونجا به مسیح میگه که تو 100 دلاری هستی که فاند بگیری حالا به هر حال داستانایی که وجود داره میگه با وجود این من خودم را فقط به حمایت و همکاری با یک گروه محدود نکردم و همچنان در نقش مشوق و پشتیبان بیطرف نسبت به همه گروه همه گروه ها را حفظ خواهم کرد در همین راستا من به حمایت و همکاری با سایر گروه و جریان ها نیز پیرامون اصول حداقلی مشترک دموکراسی سکولار مبتنی بر حقوق بشر تمامیت ارزی و انتخاب شکل حکومت آینده با رأی ملت ایران ادامه خواهم داد هدف این است که همه این تلاش ها در نهایت به آزادی آوادی آبادی ایران منتهی شود ببینید حالا الان آقای شهرام همایون بقیه این عزیزان مثل بچه حزب که خامنه ای حرفی میزنه یعنی آقا چی گفت آقا کجا رو ببینه حالا خامنه کجا رو دیده اتفاقات محسا آقای خامنه اومده درود بر شما آدم ملت خب این اتفاقات اخیر اقتشاشات کار دشمن بود و به حول قوه الهی با عناصر مؤمن در جمهوری اسلامی خونسا شد من الله توفیق و خداحافظ وای آقا چی گفت آقا کجا افوق آقا کجا رو میبینه دیدی آقا آقا کار دشمن بود وای به عقل ما که نرسیده بود آقا ولی فهمید حالا هوا دارن آقای رزا پهلوی من چون شهرام همایون دیدم که بعد از این بیانیهی که آقای رزا پهلوی در توییتش داد اومد دقیقا مثل همین بچه مزه دیدی رزا چی کار کرد دیدی رضا پهلوی کجا رو میدیدی من نمیتونستم مثل رضا پهلوی اینقدر قشنگ از بار این داستان ببین خودشون مسخره کردن عیزانی که من اینو با بچه های نسل هشتاد دارم صحبت میکنم من عمرم در این اپوزیسیون تلف شد سالها فعالیت کردم اینا من فقط با بچه های نسل هشتاد کار دارم و اگه چیزها اصلا عددی نیستن در من دیگه با اونایی که نسل جدیدن تو ایران دارن مبارزه میکنن با ایرانی خارج زیاد کاری ندارم عمر من صادقانه در این اپوزیسیون پنج بارم به خاطرش رفتم زندان کل این بیانیه که رضا داده قشنگ مثل روز برای ما روشن بود روز اول وقتی که همه اینا رفتن دوباره دو دور رضا پهلوی و این بحث و پیش من داشتم با داریوش دولتچایی صحبت میکنم داریوش گفت امید اینا فکر میکنن الان قرار چه اتفاقی خبر ندارن که قشن 5 6 ماه دیگه چه اتفاقی میفته و دعواشون میشه و همه چی منحل میشه این بیانیه رضا پهلوی یعنی پایان اون منشوری که با هم بودن پایان اون همکاری 8 نفره دقیقا شش ماه پیش من و داریش دولتشه یه دو تا دیگه بچه ها تو خودمون صحبت میکردین همه اینو این همین جمله رو داریش به من گفت چون میشناسه داریش کار کرده با اینا و اینا فاند فقط ببین جوانای مردم تو خیابونن و اینا میخواد فاندش رو بگیرن رضا پهلوی این بازی که داره راه میندازه شما تاریخچه این آدم رو نمیدونی رضا پهلوی یک خائن به اپوزیسیون خائن به ملت ایران خائن به همه ماست برای که این آدم اگر میخواست کاری کنه در چهار سال گذشته نیاز بود یک حزب بزنه و میگه آقا من به صورت قانونی ولیحت ایرانم و حامیان خودش رو بتونه سازماندهی کنه به مانند مجاهدین خلق حرفایی که این داره تولید میکنه شوخی است اینا حرفای فانتزی است ببین ماها تو ذهنمون فانتزیهای خیلی گسترده ای داریم ولی وقتی که به میدان عمل میرسیم که اون ها بخواد جامعه عمل پوشونده بشه میبینید در عمل واقعا نمیشه آقای رضا پهلوی سخنانی که در امور مسائل سیاسی کشور ما داره بیان میکنه انتخابات آزاد اینا, اینا فانتزی است تو نمیتونی وقتی که احزاب کرد که اسلحه تو دستشون جریان این واقعیت رو ببین شما آقای خمینی وقتی که قدرت رو گرفت بعد انشعاب ها شروع شد نه قبل از اینکه قدرت رو اینا هنوز قدرت رو نگرفتن بعد دو ماه دعواشون میشه رضا پهلوی از سال هز... هزار... تا سال 2013 که خورده خوابیده بهتون بگم از سال 2013 که پولش کم شد یه خود گویا پولش کم شده بود وارد کار سیاسی جدی تر شد با شورای ملی بر ققنوز فرشگر چه میدونم اتحاد چیچی چی. از ما و اقسام آخریش هم که این منشور بود این یعنی پایان منشور و الان داریم میگه آقا این هم یعنی پولش گرفتیم تمام هر سری میاد یک پروژه ایران میندازن پولش رو میگیرن مردم ایران کف خیابون خب رضا پهلوی رو میشناسن میگن شاهزاده وکیل ما شمایی شاهزاده پهلوی وکیل ما شمایی ایشون میره فاکتورش رو میکنه ببین اینا رو همه رو فاکتور میکنن این خانم مسیح نجات و غیره برای همینه جرأت نمیخوام به اسلام هم چیزی بگم شما به که به اسلام چیزی بگی جماعت باورمند به اسلام تروریستن و اینا دیگه نمیتونن تردد راحت توی آمریکا داشته باشه رضا پهلوی میگه اگه من بیام بگم اسلام بده است نمیتونم اشغال بکنم و من یادم آدم من دارم فقط به خاطر اسم پهلوی پول دارم در میارم نگاه اینها به این داستان اینجوری است و اگر نه اینا اگر واقعا سیاسی بودن ببین شما مریم رجوی و مجاهدین خلق لعنت به مجاهدین خلق اینا بزرگترین خائنان تاریخ کشور ما هستن اما سیاسی اما اما دارن کار جدی سیاسی میکنن از خیلی لذت های زندگی اون مریم رجوی کسافت گذشته داره کار میکنه فردا این حکومت هم عوض بشه سیستم ها در دنیای غرب حتی رونا حساب میکنه ببین که ما میگیم آقا شما نباید نگاهتون به خارجی باشه رضا پهلوی اینا در تمام این شیش ماه همه حرفاشو این بود که کمک از خارجی بگیرن ولی اگر رو همین حرفاشون هم واقعا جدی میخواستن کمک از خارجی بگیرن که شخص که نمیتونه بگه من کمک باز هم خارجی ها به دنبال مریم بودن 250 تا نماینده در آمریکا 250 تا نماینده در 216 تا در آمریکا 255 تا در انگلیس مجلس عوام و عیان انگلیس رفتن توی اشرف و دیدار کردن با خانم مریم کنگره آمریکا جلسه گذاشت هم جمهوری خواه و هم دموکرات داستان بچه های نسل هشتاد به عنوان کسی که شما به دنیا نیامده بودید من زندان بودم شما به دنیا نیومده بودید من زندان بودم نگاه نکن جوونم 40 سالمه من 40 سالمه 38 سال خورده ای حالا خانمم دعوام کرد گفت اینقدر سن تو بالا نبر 38 سال خورده ایم هست با همین سنم هم شماها به دنیا نیومده بودید یا دو سه سالتون بوده من زندان بودم سال 1380 و با همه این جماعت آبشخورم بوده هشت رو نش داشتم گشتی از اون آقای همایونش بگیر صحبت میکردیم تو همین رضا پهلویش همشون این جماعت دارن با شما کاسبی میکنن کار درست چیست ما با یک رژیم جنایتکار طرفیم و با یک اپوزیسیونی به این شکله که هنوز دو نفر یادتونه بهتون میگفتم دو نفر میشن حزب میزنن سه تا که میشن انشاب میدن رضا پهلوی این بیانیهش به منزله خروج از این گروه هشت نفر است هنوز اینا به جایی نرسیدن همدیگه رو مثلا چیز میکنن حذف میکنن میارن میگن این شاهین نجفی باشه نباشه این واقعیت داستان قربتون برم چی کار باید کرد؟ چه حرکتی باید کرد؟ تنها کار درست اینه که ما باید در چارچوب فرهنگی اسلام اینا رو بزنیم رونسانس باید ایجاد کنیم و از کار سیاسی و اینا باید وارد کار عقیدتی بشیم چون ما ابزار کار سیاسی رو حداقل در خارج نداریم و برای کار سیاسی امید داشته باشیم که از درون ببینید فقط و فقط بچههایی که درون ایران هستن از درون باید رهبر پیدا بشه اینایی که تو خارجه هم من دارم بهتون میگم از رضا پهلوی تا بقیهشون به ناموسم قسم به پسرم قسم که عزیزترین چیز تو دنیا برای منه یه مش پوفیوزن که با خون شماها دارن پول در میارن بله یه احساساتی هم یه جا دارن بالاخره کشورمونه دیگه قطعا یه جا رضا پهلوی گریه میکنه برای ایران این اتای قلبه ولی اینا دارن پول درد میارن از اتفاقات ایران و باوری به این قضیه ایشون اگه واقعا باورش برای چهار سال الان دو وقت آقای رضا پهلوی شوخی نکنید با ما آقای شهرام همایون شما پوفیوسترین فعال سیاسی تاریخ سیاسی ایرانی شما پفیوس چون همش میخوای ماله بکشی و واقعا چندشای یه جام حرف درست علیه اسلام زدی حواس جمع شد دیگه نزنی آدم کسی منم تشویقت کردم سر اون حرف ولی واقعا آدم کسیفی هستید الان وقت منشور بازی و وقت جمع شدن و اتحاد نیست شما اگه کننده بودید 44 سال چهار سال وقت داشتید الان وقت این قرطی بازی ها نیست این قرطی بازی ها برای گرفتن فانده فانداتون رو گرفتید حالا الان به این بهانه که آقا اینجوری اونطوریه من میکشم کنار این کار همیشه شما کردید حداقل کارنامه را از سال 2013 که وارد این مدل فعالیت های سی سی شدی آقای رضا پهلوی همیشه این گونه بوده دارم با با هم صحبت میکنم اون رضا دیبا این هم بهت نمیگم ولی که نمیاد الان شما خائنی آقا خیانت که شاخ و دم نداره حالا یه سری بچهای مردم آقای رضا پهلوی این آدم آبی ازش گرم نمیشه مردم ایران برید به سمت زدن اسلام ریشه های اسلامی اینا رو بزنید رحم به عامر به معروف نکنید و منتظر باشید از درون خودتون ببینید اون جوونایی که دارن انا خون میدن اونایی که دارن تو صفحه اول مبارزه مبارزه رهبر از دل اونا بعد در بیاد چنم در نیادا من نمیدونم ولی اگر قرار باشه اتفاقی بیفته رهبر از درون اوناست امیدوارم یه غیرتی شما بچهای سپاه داشته باشید یه غیرتی شما بچهای ارتش داشته باشید از خودتون یک رهبر ایجاد بکنید یک کودتا کنید علیه همین جمهوری اسلامی و جریانات مذهبی مردم رو پشت خودتون بیارید امیدوارم هیچ سناریو دیگه ای سناریوی دیگه موفق نمیشه تنها سناریویی که برای من فکر میکنم که میتونه شاید ما رو عاقبت به کنه اول از همه زدن ریشه های باوری و مذهبی این جماعت اسلام باید تو این رنسانسی که داره شکل میگیره باید از ایران اخراج بشه یا دست کم بسیار بسیار ضعیف و صورتی بشه و حتی اگه شده قرمز بشه میدونید چی میگم و در مرحله بعدی تنها رایی که داریم از دل ارتش و سپاه یک جریان وطن پرستی در بیاد و کشور ما را از دست این آخوندا و این جریان تروریست مذهبی نجات بده وگرنه هیچ گزینه در خارج وجود نداره و این جماعتی هم که در خارجن اینا کسیفتر از جمهوری اسلامی هن. چرا؟ شما مردم میای روسری تکون میدی جمهوری اسلامی شما رو نمیبینه به شما میگه مردم ایران عاشق اسلامن در عین حال شما روسری تکون دادید رضا پهلوی و اپوزیسیون هم شما رو نیده چون شما روسری تکون دادید اینا میگن که مردم ایران مشکلشون قومیت ها و اتنیک ها هست و منشور تجزیه طلبی برای ما می نویسن ما با دو جریان پوفیوس طرفیم که ای خون جوانای ما داره ریخته میشه و این دو جریان با وقاحت بسیار بسیار نادیده دارن میگیرن جوان این مملکت رو و دارن دنبال لفت و لیست خودشونن و دنبال فرقه های تبهکار خودشونن و این داستانی بود که رضا پهلوی دیشب نوشت لازم شد که برنامه‌ای داشته باشم صحبتام که خیلی صحبتام جدی بود اینو جدی بگیرید دوستان نظام جنایتکار جمهوری اسلامی دلیل نمیشه که اپوزیسیون خوبه رضا پهلوی خوبه خیانتکار بودن رضا پهلوی هم دلیل نمیشه که کار خامنه ای درسته هر دو دسته باطلن تنها راش اینه که کار عقیدتی کنیم و امیدوار باشیم از دل نیروهای ارتش سپاه یا مردم مردمی که کف خیابونن نسل هشتاد یک رهبری به وجود بیاد هر وقت یک رهبری از درون ایران به وجود اومد و واقعا لایقش بود من پشت اون رهبر میرم اینایی که تو خارج از کشورم برای شما رضا پهلوی و برای شما افراد مهم اپوزیسیون برای ما کسانی هستن که اینا رو تو دیدیم اینا رو تو خارج دیدیم انقدر از اینا متنفر شدم که به خانومم گفتم نمیخوام تو این جماعت ایرانی خارج از کشور باشم و بسیار بسیار خوشحالم خودم و از اروپا و کانادا و آمریکا کشوندم به یک جزیره که ایرانی این جماعت ایرانی رو نبینم این مدل ایرانی رو نبینم و فقط و فقط نسل دهه هشتاد کاری کرده احترام من رو داشته و من تحت تاثیر نسل دهه هشتادم نه این کسافت هایی که دیدم من اینا رو <applause> اینجوری دیدم از نزدیک میشناسم و الان هم میبینی همه یه حرفای من علی رضا پهلوی تو این شیش ماه دیدید همین منشورش با سر و صدا وای ما منشور اتحاد دیدید دیدید به کجا رسید حالا پروژه بعدی هم را میندازن پروژه بعدی هم به همینجا میرسه پروژه بعدیش هم میرسه پروژه بعدیش هم میرسه هم می همونطور که پروژه های قبلیشون بود تو هر پروژه اینا فاندا رو میگیرن از اندیشکدهای مختلف تموم میشه میرن پروژه بعدی پاینده ایران و بدرود